اتفاق غیر منتظره که با گل زمان رخ داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ لقب بابای موسیقی پشتو را برای استاد گلزمان و لقب سلطان دنبوره را به استاد صفدر توکلی همراه با تقدیرنامه ها اعطا کرد. این وزارت همچنان مدال افتخار موسیقی انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان را برای استاد محمد احسان عرفان اعطا و شمار دیگر از هنرمندان سابقه دار و موفق موسیقی کشور را تقدیر کرد. دور از نابسامانی های منطقه، این یک افتخار برای مکتب موسیقی افغانستان زمین است. باید از این پدیده ستایش کرد و ستود، و از این دو هنرمندی که سالها عمر خویش را در راستای فرهنگ و موسیقی برای این ملت سالها در خون و آتش سپری کردن را ما می ستاییم و شما استادان باعث افتخار تمام ملت افغانستان هستید. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان مشورت های را با شورای ملی و رهبران سیاسی برای تسریع و تقویت روند صلح آغاز کرده است. بانک دور دوم گفتگوهای صلح دوحه پس از حدود یک ماه توقف از سر گرفته شد. رئیس جمهور غنی برای پیشرفت روند مذاکرات با برخی سیاستمداران و اعضای ولسی جرگه نشست های جداگانه برگزار کرد. آقای غنی شام دیروز پنجم حوت سال 1399 در دیدار با شماره از اعضای ولسی جرگه گفت که افغانستان بیشتر از هر زمانی در موقعیت بهتری برای رسیدن به صلح دائمی قرار دارد. او میگوید افغانستان بیشتر از هر زمانی در یک موقعیت بهتری برای رسیدن به یک صلح پایدار قرار دارد. در ماه‌های آینده در این بخش مشوره‌های دوامدار با شورای ملی صورت می‌گیرد. این یک فرصت است. با ویژه تصمیم ناتو برای خارج نشدنش، این یک پیام بزرگ است برای افرادی که فکر می‌کنند که مردم با عذر و زوری به پیششان می‌روند. حالا زمینه برای مذاکرات جدی که به یک راه حل برسیم فراهم می‌شود. رئیس جمهور افغانستان در حال از مشوره در پیوند بر روند صلح با شورای ملی خبر می دهد که پیش از این برخی از اعضای این شورا شکایت داشتند که درباره صلح با آنان مشوره لازم صورت نمی گیرد. در همین حال رئیس ولسی جرگه از ایجاد یک کمیسیون بر رهبری خودش در پیوند به صلح خبر داده بود، موضوعی که با مخالفت برخی از اعضای این جرگه مواجه شده بود. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه شام دیروز در دیدار با آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری طالبان را مسئول توقف گفتگوهای صلح خواند. رحمانی گفت ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گفتگوهای صلح هستند و با گذاشتن شرایطی که نه برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه هم سبب تأمین صلح می شود. میز گفتگوها را ترک کردند و به دنبال این هستند که منافع گروهی خود را بر مردم ما تحمیل کنند. این در حالی است که تیم‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و گروه طالبان پس از حدود یک ماه توقف گفتگوها روز یک شنبه هفته جاری نشستی را با هم برگزار کردند و فیصله کردند که گفتگوها را ادامه می‌دهند. در همین حال رئیس جمهور برای ایجاد اجماع سیاسی پیشرفت های اخیر در روند صلح و پایان دادن به خشونت ها با برخی مقام های پیشین حکومتی و رهبران جهادی دیدارهای جداگانه انجام داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیوی آزادی گفت که آقای غنی روز گذشته با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی دیدار کرده است. با به میان آمدن حکومت جدید به تاریخ 20 جنوری در
ایالات متحده آمریکا اداره جو بایدن اعلام کرد که توافقنامه صلح با طالبان را بررسی می کند. این اقدام حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با استقبال حکومت افغانستان مواجه شده است. اما گروه طالبان بر تطبیق توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا با این گروه تاکید می کنند. این در حالی است که طالبان با تأخیر خروج نیروهای آمریکایی شدیداً مخالفت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفته است که تأخیر احتمالی در خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا شدیداً رد می شود. ناتو تا هنوز در مورد مسئله خروج نیروهایش از افغانستان تصمیم نگرفته است. سخنگوی طالبان به خبرگزاری آلمان گفته است نیروهای ما هیچگاه با تمدید حضور نظامیان خارجی موافقت نخواهند کرد. او علاوه کرده است که ناتو و آمریکا همه طرفها باید به این نتیجه برسند که اگر میخواهند به بحران کنونی غلبه کنند، یگانه راه حل تطبیق موافقت نامه امضا شده است. ایالات متحده آمریکا در اوایل سال 2020 موافقت نامه را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی متحد شدند که تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. در مقابل گروه طالبان تعهد کردند که خشونت ها را کاهش می دهند. رابطه ایشان با تروریستان خارجی را قطع می کنند و با دولت افغانستان وارد مذاکره می شوند. ناظران طالبان را متهم به نقض وعده هایی می کنند که بخشی از این توافق نامه را تشکیل می دهند. به گونه مثال گفته می شود که گروه طالبان هنوز با گروه های تروریستی دیگر رابطه مستقیم داشته و میزان خشونت ها در کشور بالا هست. ایالات متحده آمریکا در حال بازبینی این موافقه است. وزارت دفاع ناتو نیز اخیراً در نشست دو روزه‌شان در مورد مسئله خروج از افغانستان تصمیم نگرفته و به تقویت روند صلح تأکید کردند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.